که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. صدای آواز ایران خاموش شد. محمد رضا شجریان خواننده سرشناس موسیقی ایرانی درگذشت. بازخوانی پرونده قطع اینترنت در جریان اعتراض‌های آبان 98. یک سازمان مدافع آزادی بیان میگوید هنوز معلوم نیست دستور چه کسی بوده. و انتظارات برآورده نشده رای دهندگان انتخابات تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، پنج شنبه گذشته در بیمارستان جمع تهران درگذشت. دوستداران آقای شجریان او را برجسته ترین هنرمند موسیقی سنتی ایران در 100 سال اخیر می دانند. او کارنامه هنری طولانی و پرباری دارد و از جمله آثارش می توان به بیداد در دستگاه همایون، سرو چمان در دستگاه ماهور و دعای ربنا اشاره کرد. ترانه مرغ سحر او هم یکی از محبوب ترین آثار اوست. همایون و مژگان شجریان فرزندان او و همچنین ایرج بسطامی و حسام الدین سراج از شاگردانش بودند. محمد رضا شجریان در سالهای اخیر بیمار بود و در ماه‌های اخیر چند بار در بیمارستان بستری شد. آقای شجریان که در مهر 1319 در مشهد به دنیا آمده بود، به هنگام مرگ 80 سال داشت. آیدین صالحی نگاهی کرده به زندگی هنری استاد آواز ایران. ربنا وقف مردم است. این را محمد رضا شجریان می گفت. مردی که دعایش را برای مردم خواند و زندگیش را به موسیقی بخشید. محمد رضا شجریان در روز اول مهر ماه سال 1319 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش به او تلاوت آیات قرآن یاد داد. اما شجریان نمیخواست تنها قاری آیات باشد. بابا آخه در طول این سالی هم میگفتم بابا یه نوار قرآنم بده. من رعایت میکردم. گفتم آخه مردم میگن این چیه اون چیه اینها؟ و اینو با هم دیگه نمیخونه. اینی من روایت بکرم نکردم. محمد رضا شجریان از سال 1338 با رادیو خراسان همکاری میکرد و آوازهای بدون موسیقی میخواند. نواختن سنتور را هم در همان سالها شروع کرد. سال 46 به تهران مهاجرت کرد و به عنوان معلم دبستان شروع به کار کرد. از اسماعیل مهرتاش درس آواز می گرفت و از ابراهیم بوذری و حسن میرخانی درس خوشنویسی. در همان روزها با احمد عبادی آشنا شد و با نام مستعار سیاوش بیدکانی کار در رادیو تهران را شروع کرد. کمی بعد به تلویزیون ملی راه پیدا کرد و در جشن هنر شیراز روی صحنه رفت. لطیف های عجب زیر دام و دانه تو. آشنایی با هوشنگ ابتهاج در سال 1350 زندگی هنریش را متحول کرد. طولی نکشید که در کنار هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بعضی از ماندگارترین آثارش را خلق کرد. همکاری او با محمد رضا لطفی آغاز فصلی درخشان در تاریخ موسیقی ایران بود.
این همکاری سالها ادامه داشت. قطعات زیبای فراوانی خلق شد، از جمله آواز ابو عطا که در سفارت آلمان در تهران اجرا شد. کار خیلی قشنگیه. بعضی تیکای آواز شهریار شاهکار بود. من فکر می‌کنم اگه حافظ بود پا می‌شد غرق بوسه می‌کشد. اونجا یه مفلسانیم و مفلسانیم و هوای خیلی قشنگ. در سال 57 شور و هیجان انقلاب ایران برای مدتی موسیقی ردیفی را از روند معمول خارج کرد. حالا سرودهای انقلابی جای ساز و آواز را گرفته بود. حقیقتش اون موقع من خیلی انقلابی نبودم. چرا؟ من به انقلاب اعتقاد ندارم. انقلاب معلوم نیست که از آخرش درست در بیاد. منقلب شدن، جابجا شدن همه چیز. یه وقت می‌بینی مثلا به طرف بدتر میره. ولی رستاخیز باشه که از یک مرحله به مرحله بهتر آدم بره. آره، ما هستیم. اما شما همه چیزو قاطی پاتی بکنی که می‌خواد توش چیزی در بیاد، هیچی توش در نمیاد. بین سال‌های 58 تا 61 محمد رضا شجریان از جامعه هنری فاصله گرفت و خانه نشین شد. مثلا 3 سال ارتباط ما با تمام هنرمندان قطع کرد. بله. از سال 58 تا 61. خونه نشین شدم اصلا. تو دیدم همه دارن میرن، میرن افکار چپی و اینا. فکر کردی ناآگاهانه دارن از یه چیزی دفاع میکنن. تفکرات چپی تو ذهن من نمیگنجه. نمیگنجید. انسان مثل مهر شطرنج نیست که مثل چرخ نیست، مثل رادیو نیست که روشنش کنی برات بخواد. انسان تو صاحب اختیاره. سال 61 کنسرت محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان در سفارت ایتالیا شروع مجددی بود برای این دو هنرمند. حاصلش تولید بعضی از موفق‌ترین آثار تاریخ موسیقی ایران بود. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد. با پایان جنگ ایران و عراق، محمد رضا شجریان فعالیت‌هایش را به شکل چشمگیری گسترش داد و کنسرت‌هایی در داخل و خارج از ایران برگزار کرد. آلبوم‌های دود عود و دستان با استقبال خوب مردم روبرو شد و بازگشت دوست دیرینش حسین علیزاده منجر به تولید آلبوم دلشدگان شد. موسیقی فیلم علی حاتمی. در دهه 70 صدای شجریان بار دیگر با ساز لطفی همراه شد. سفرهایی به دور دنیا و انتشار دو آلبوم معمای هستی و عشق داند. اما این بار هم این دو هنرمند در کنار همدیگر دوام نیاوردند و هر کدام راه خودش را رفت. هر چی کنی دیدگاه سیاسی مون، دیدگاه اجتماعی مون خیلی همخوان نبود با هم دیگه. لطفی یک مسیر رفت، منم مسیر خود می‌رفتم. واقعا اینو از صمیم قلبم میگم، اول من آواز ایران آقای شجریان دوران طلایی جبالوتی. یکی از بهترین دوره‌های زندگی هنریش در اواسط دهه 80 رقم خورد، زمانی که 3 استاد موسیقی ایران در کنار هم نشستند: محمد رضا شجریان، حسین علیزاده و کیهان کلهر. من فرانسه بودم، آقای شجریان فکرم آلمان. یه زنگ زد دوستم، گفتش که آقای شجریان باید کار داره. زنگ زد چطوری و احوال پرسی اینا، گفت تهران که میری؟ گفتم فلان موقع. گفت منم موقع میام بشینیم با هم یه صحبتی بکنیم. گفتم آره، فکر کنم راجع هم موضوعی میخوای صحبت کنی که به منم خیلی گفتن. گفت آره. گفتم باش. شاید 6-7 سالی که
ما در کل دنیا گشتیم و در ایران و به خصوص امضای آخرش اون اتفاق زلزله بم بود که هم نما بابا هم رو اجرا کردیم. واقعا به نظرم خیلی خوب ما یک یادگاری گذاشتیم که برای شروع و خاتمه کارامون خیلی خوب بود. بازا که در هوایت خاموشی جنونه، شجریان در سال 1388 با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همراه شد. برای اولین بار به طور مشخص رو در روی دولت جمهوری اسلامی ایستاد و به صدای معترضان تبدیل شد. محمد رضا شجریان صاحب صدایی پرقدرت بود و بیزار از خواندن برای صاحبان قدرت. تنها برای مردم می‌خوانم، این آواز همیشگی او بود. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. خوش باش دمی که زندگانی این است. یادم رفته یه جفسه میخوام با بالا یک سازمان مدافع آزادی بیان از ایران خواسته اینترنت را به بهانه امنیت ملی قطع نکند و دسترسی به شبکه جهانی را به عنوان یک حق انسانی به رسمیت بشناسد. سازمان آرتیکل 19 گزارشی درباره قطعی اینترنت در ایران در پی اعتراض‌های آبان 1398 منتشر کرده و گفته با گذشت نزدیک به یک سال هنوز معلوم نیست که چه فرد یا نهادی در این باره مسئول است. این گزارش همچنین از تغییراتی در ساختار شبکه اینترنت ایران هم خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. اعتراض هایی که 24 آبان 1398 بر سر افزایش قیمت بنزین شروع شد و به ده ها شهر ایران کشید. شیراز شلیک نیروی انتظامی، علاوه بر برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان که گمان می رود به مرگ صدها نفر منجر شده باشد، مقام های ایران تصمیم گرفتند اینترنت جهانی را هم قطع کنند. مردم بزیر زدم. طی 48 ساعت دسترسی بیشتر کشور به خدمات. سازمان مدافع آزادی بیان آرتیکل 19 گزارشی درباره این قطعی منتشر کرده و میگوید بعد از یک سال هنوز کسی مسئولیت آن تصمیم را نمیپذیرد، کاری که قاعدتاً باید به عهده شورای عالی امنیت ملی می بود. زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی، یعنی شورای امنیت کشور، در پروسه تصمیم گیری نظر نهایی را داده. رئیس شورای امنیت کشور وزیر کشور هستش، اما دولت روحانی نمیخواهد مسئولیت این تصمیم رو قبول کند.
به گفته این گزارش 25 آبان بعضی از معترضان از طریق اینترنت با هم هماهنگ می‌کردند. همان روز گزارش‌ها درباره قطعی اینترنت موبایل شروع شد. تا بعد از ظهر روز بعد 26 آبان اینترنت بین المللی در تقریبا همه جای ایران قطع شده بود. سه روز بعد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخشنامه‌ای به ISP‌ها دستور داد که اینترنت بین المللی شرکت‌ها، نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را به تدریج وصل کنند. هرچند که این بخشنامه دو استان خوزستان و البرز و شهرهای نظیر شیراز را مستثنا کرده بود. پنج روز دیگر یعنی تا 4 آذر طول کشید تا اوضاع اینترنت ایران تقریبا به حالت عادی برگردد. در واقع یک اینترنت ایرانی با میزبانی کاملا داخلی و با وجود قطع اینترنت بین المللی کاربران هنوز به سایت های داخلی دسترسی داشتند، چیزی که هدف اصلی ایران از اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات معروف به اینترنت ملی بود و اپلیکیشن های جاری. ولی معلوم شد این شبکه داخلی برای چرخیدن اقتصاد کشور کافی نیست. قطعی چند روزه اینترنت به اقتصاد ایران و فعالیت های صدها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ ضربه شدیدی زد و داد فعالان صنعت آیتی و حتی مدیران وزارت ارتباطات رو هم در آورد. در روز 2500 میلیارد ما کاهش به حوزه آیتی بوده. در میزان آسیب کسب و کارهای کوچک و بزرگ هم قابل مقایسه نیست. ما بزرگ هم خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتن، ولی یک کسب و کار کوچک خانگی طبق آمار ما 1/20 شده، یعنی 5% رسیده از اون عدد خطر. که نزدیک 200,000 کسب و کار خرد و خانگی داریم که عموما سایت یا سرچ انجین نیستن و کسب و کار خانگی هستن. نزدیک تعداد تراکنش ها افت 90% و حجم تراکنش ها افت تا 96-97% داشته. اما که من نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته از همه بیشتر آزاردهنده است. اینکه من نمیدونم فردا باید تو اینترنت سرویس بدم، باید گوگل داشته باشم، نباید داشته باشم، فردا تو اینترنت اصلا هستم، نیستم. تو این یه هفته بجز در واقع امثال ترسی و اینها و بعضی که به بانک بزرگ وصل بودن، کیا تونستن تراکنش بانکی بزنن؟ ما مجبورشون با کارت به کارت رو بندازیم. سازمان آرتیکل 19 میگه تحقیقاتش نشون میده که ساختار شبکه اینترنت ایران از پارسال تا حالا تغییر عمده ای کرده. برای سالها اتصال به شبکه جهانی اینترنت در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی بود و همه ISP های ایران اینترنتشان را از این دو می‌گرفتند و در اختیار مشتریانشان می‌گذاشتند. ولی به گفته آرتیکل 19 حالا بعضی از ISP ها اجازه پیدا کردند که مستقیماً به سرویس دهندگان خارجی اینترنت متصل شوند. این نشانه خوبیه چون ایران به اینترنت جهانی وصل میمونه، ولی برای آزادی آنلاین معنای خاصی نداره، به خصوص برای اعتراضات، چون این شرکت ها مجبورن با قوانین داخلی فیلترینگ متمرکز دولت باشون رعایت کنن. شرکت اپل اپلیکیشن های مرتبط با توسعه دهنده. سازمان آرتیکل 19 در گزارشش از شرکت های بزرگ آمریکایی بابت محدود کردن دسترسی ایرانیان به بعضی از سرویس هایشان هم انتقاد کرده. قدرت بی قاعده مقامات ایران. این سازمان به نهادهای مختلف حکومت ایران توصیه کرده دسترسی به اینترنت جهانی را به عنوان حقی انسانی به رسمیت بشناسند و از قطع شبکه برای حفظ امنیت ملی خودداری کنند، هرچند که خیلی به اجرای این توصیه ها امیدوار نیست. ما ولی توضیح خود را به مکانیزم های بین المللی مثل اتحادیه اروپا فرستادیم، ازشون خواستیم با ایران مذاکره کنه که از ایران بخواد تا اصلاح بشه و حامی حقوق بشر باشه. همچنین از آمریکا خواستیم سیاست‌های خودش که اینترنت ایران رو بعضی وقتا از اینترنت بین‌المللی قطع می‌کنه یا محدود می‌کنه عوض کنه. اتفاقات پاییز گذشته نشان داد که با وجود همه سرمایه گذاری ها روی سیستم فیلترینگ، مقام های ایران باز هم اینترنت را یک خطر میبینند و از قطع آن ابایی ندارند. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. هزینه هایش هر چه که میخواهد باشد. بهرنگ تاجدین، BBC.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان مثل انتخابات‌های گذشته به مردم وعده‌های زیادی دادند، از ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری تا توسعه پایدار و زندگی شایسته. اما با گذشت نزدیک 30 سال از استقلال این کشور، بخش قابل توجهی از نیروی کار تاجیکستان همچنان برای کار و کسب درآمد به روسیه مهاجرت می‌کند. سهراب ضیا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به دو خانواده سر زده و انتظارات آنها را از انتخابات یک شنبه 11 اکتبر جویا شده. در مدرسه خصوصی آموزگار است. ماهانه نزدیک 200 دلار درآمد دارد که نسبت به معاش معلمان مدارسی دولتی بیشتر است، اما برای خرج روزگارش کافی نیست. بسیاری از تاجیک ها در مناطق روستایی بخشی از نیازهای خانواده هایشان را از راه کشاورزی و با فروش مواد غذایی و میوه سبزیجات تامین می کنند، زیرا تنها معاش برای تامین خرج زندگیشان نمی رسد. در تاجیکستان میانگینی حد اقلی معاش 400 سومانی یا معادل 38 دلار، حقوق متوسط معادل 140 دلار و حقوق متوسط بازنشستگی 303 سومانی یا 31 دلار است. در چنین وضعیت افراد زیادی مثل اعضای خانواده این زن ناچار شدند به مهاجرت رو آورند. شوهر و پسر این زن و یکی از دخترانش همراه داماد و نوه‌هایش در روسیه به سر می‌برند. بیکاری باعث مهاجرت آنها شده. شوهرم در ترمینال مسافرکشی شهر دوشنبه کار می‌کردند و روسی گپ نمی‌دونم چرا که فعالیت کارخانه قطع گردید و او مدت بیکار موند. چون سن و سالش به جای رسیده است، با سن و سال او کار موافق یافتن مشکل تر شد و او مجبور شد که برای پیش بردن زندگی همون به مسافرت رود. پسرم هم همچنین بعد از آن که من همین کارانتین اعلان کردند و بیکار موند و او مجبور شد که برای پیش بردن زندگی، کمتر بهتر کردن سطح زندگی همون، همراه پدر فعالیت کرده ایستاده است. خواسته اصلی مشرفه محمد جان و هزاران زن دیگری تاجیک از انتخابات پیشی روی ریاست جمهوری تاجیکستان یک چیز است: بازگشت شوهران و فرزندان مهاجرشان از روسیه به وطن. روزی رسد که جوانان تاجیکستانی ما دور از پدر و مادر نباشند و در مسافرت نیاید، در وطن خود همه آنمون نیرو، دانش، عقل و ذکاوت خود را در وطن، در جمهوری خودمون مصرف نمایند، معاش خوب گیرند، آنگونه معاش گیرند که برای بهتر کردن زندگیشون رسد و حاجت به عذاب کشیدن و حاجت به مسافرت رفتن نباشد. مقامات در تاجیکستان میگویند در 7 سال اخیر، یعنی از انتخابات گذشته تا حالا، بیش از 1200 کارخانه نو تولیداتی در کشور به فعالیت شروع کرده و همه ساله 150 هزار شغل دائمی و موقت ایجاد می شود و تعداد مهاجران هم 50% کاهش یافته. آمار و ارقامی که با واقعیت ها چندان همخوانی ندارند. این جوان یکی از هزارها شهروند تاجیکستان است که تمام شکست و رخت روزگارشان را از پول مهاجرت تامین می کنند. حالا 3 برادرش در روسیه مهاجرند. شیوعی بیماری کووید 19 و قطع پروازها به روسیه خود او را مانند هزارها مهاجر دیگر در تاجیکستان زمینگیر کرده و نقشه های زندگیشان را برهم زده. مشکلی بسیار جوانان این کشور ما به فکر من همین بیکاری است. هر نامزدها کدامی که انتخاب شود خواهش داریم که اون آینده جای کوریا زیادتر کنن. 20 سال شد قریب روسیه رفته میبینم. از همین لحاظ میخوام که در امید وطن خودمون کارخونه کشوده شود، مثلا زیادتر جای کوری شود، ما در همینجا کار کنیم پیش زن و فرزندمون. بر اساس ارزیابی ها زندگی 70% خانواده ها در تاجیکستان با پول میچرخد که بستگان مهاجرشان از روسیه به آنها میفرستند.
صرف نظر از وعده های نامزد های انتخابات و توقع رای دهندگان، باز هم در دراز مدت مهاجران تاجیک هستند که تنور زندگی صدها خانواده در تاجیکستان را گرم نگاه خواهند داشت. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.